پروانه ای هستم که 18 سال داخل یک پیله بودم، کسی که نتانست تحمل کنه و او در قید زندگی بکنه، سینی پیله را پاره کرده و با آسمان روی هایش پرواز کرد. 18 سال جنسیت تحمیلی پنهان در عقب آنچه که خودش نبود ظاهر و شناخته شود. دختر درونی من همیشه شناسایی میشد در زمانی که من قدرت هم بودم، مردم مرا با خود شناخته، با شناسایی هویت من مرا در اجتماع اذیت میکردن. 18 سال از داخل خانه اتفاقا از کلمات مثل دختر چاپ، زن چو استفاده میشد و من همیشه تحقیر شدیم با قسم یک هویت تقلبی. سرانجام پرده راز قدرت را از رخ برداشت، مهره شد تا به جنسیت خودش در میان موجی از سلخی ها و زشتی های جامعه گام خودشناسی بردارد. در اجتماع زمانی که می رفتم از طرز پوشش و گفتار و رفتار من، مردم وقتی می دید که من هویت من متفاوت است، در اجتماع من مردم اذیت می کرد. در مکتب وقتی که می رفتم همسینفی های من همیشه من اذیت می کرد، چون من در یک مکتب پسرانه درس می خواندم و به عنوان یک دختر درس خواندن در یک مکتب پسرانه بسیار دشوار بود. از فامیلم در وقت راضی نبودم و مرا می گفتن که باید ماهیت کم بکنی، تغییر بکنی، تو روز براز جوانتر شده می ری ولی روز براز تو دخترانه تر شده می ری. بستن کتاب مردانگی مهره تا به فرار به هند انجامید، زیرا بودنش در کابل حتی از سوی بستگانش بی خطر نبود. من به خاطر از اینکه هویت جنسیم روز بر روز آشکارتر شده می شد، روز بر روز زن درونی من بیرون شده می رفت، بسیار برام دشوار بود. فعلا با من مادرم تنها مادر نیست، بلکه یک رفیقم است، یک دوستم است. ما اکثرا لباس های ما یکی است، بعضا لوازم آرایش ما یکی است، بعضا کتاب هایی که می خوانیم یکی است و مادرم امروز یکی از کسایی است که مرا حمایت می کنم. دیر است از مدافعان حقوق دیگر باشان جنسی در افغانستان نیز است. دولت سویدن و سازمان ملل باید آپارتاید جنسی علیه دیگر باشان جنسی در افغانستان را بررسی کند، پیشنهاد و پیکارش در سویدن ادامه دارد. دستان ما پا بر جا هستک و من به مدت وقفه در اونجا اشتراک می کنم و متاسفانه اقدر حمایت که می شدم باید می شدم نشدم. متاسفانه واکنش نشان نداد دولت سویدن در مقابل اعتصاب من، در مقابل تحصان من که بیشتر از 150 روز است و تا امروز خاموش هستن. در سویدن در شمال اروپا نیست، دلخوش از کردارها نیست، از رفتارهای معنادار زشت در جامعه. داخل سویدن وضعیت بزن اذیت میشم و سفرهایی که من به کشورهای دیگه اروپایی داشتیم، مثلا چند روز قبل به آلمان سفر داشتم. سویدی ها هم هستن، مردم های خارج هم هستن که قبلا گفتم هنوز به یه عقیده هستن که فقط جنسیت مرد و زن را بپذیرند. و کابل که هنوز شهر قصه ها و رویاهایش است. فعلا من در داخل قفس دیگه زندگی میکنم، فقط میتونم پوشش خودم باشم و خودم باشم، ولی میهن من، سرزمین من، جایی که من پیدا شدیم، دوری از او یک درد سینه‌سوزی است در بدن من امروز.